یه آهنگ از کنسرت آرمین ریاکشن رفتیم و چرا حامیم نریم. تازه من نگاه کردم دیدم از حامیم ویدئوهای کامل تری دارم. با چی شروع کنیم؟ با کدوم آهنگ شروع بکنیم؟ با قلب منی. اجرای زنده قلب منی رو میبینیم، بعد شما پیشنهاد بدین، اگر آهنگ دیگه ایشم خواستین توی کامنت ها بنویسین، بعد من ببینم دارمش یا نه، که اگر داشتم اونم تو همین یه هفتهی که هست میگیریم ویدیوشو، چرا که نه. منطقه من یکم خیلی قبل تر از اجرای یعنی شروع خود آهنگ گرفتم، یعنی یه اینترو هم داره که مردم میان میرن از خودشون، البته مردمی نیست دیگه. نگاه کن با قلبشون آقای میرفت آب آب معدنی میگرفت میرفت همه در بریم اوکیه بالکنشون میگه بالکن جانشون دادم واقعا حامیم خیلی گوگویی خیلی دوستش داشتم از نزدیک دیدمش دوست داشتنی تر شد برام الان میان تو کامنت ها میگن چقدر حرف میزنم یه گزارشی یه رشته استوری گذاشتم در مورد کنسرت حامیم که رفته بودم و توی آخرین استوری توی هایلایت های پیجم هستش، پیج اینستاگرام اگر نداریم اینجا میذارم، اگه دوست داشتین برین اونجا هم سر بزنین. توی آخرین استوری اون رشته استوری نوشتم که یه اجرای دیگه از حامیم رو گذاشتم و گفتم که اجرا کاملاً لایف زنده کوک و به قول بعضی ها جست بود و بدون فالشی و این داستان ها. بعد فکر میکنم بالای 10 تا ریپلای فقط انتقادی گرفتم که مطمئنی داری در مورد حامیم صحبت میکنی؟ نمیدونم واقعا چرا؟ من خودم اصلا ایراد بگیرم، من خودم با ایراد گرفتن و انتقاد یکم شناخته شدم. اگر چیزی باشه تعارف که ندارم با کسی، میام میگم، ولی وقتی طرف اصلا بیا این ویدیو رو نگاه کنیم، به این آهنگ اصلی رو گوش کنیم. خب آهنگ اصلی که دیگه ایشالله از یه سری مراحلی رد شده، حتی اگر صدای اون خواننده بدم بوده، حتی اگر خارجم خونده درستش کردن اوکی. ولی اجرای زنده رو ببینید، این اجرای زنده با نه صدا گذاری شده نه اتفاق خاصی افتاده، من با گوشی گرفتم، با گوشی که دست هممون هست من گرفتم و نه میکروفونی بهش وصل کردم نه چیزی. کیفیتیه که اونجا میشنوین یکی دو لول حتی ضعیف‌تر، چون که گوشی کیفیت رو میاره پایین‌تر، هم کیفیت تصویر هم کیفیت صدا رو. و بیاین ببینیم و بشنویم و بعد اگر میخوایم انتقادی هم بکنیم از کسی، یه انتقاد منصفانه داشته باشیم. این انتقاد منصفانه رو من جاش میندازم. بریم یه نکته دیگه، این که همونجوری که توی ریاکشن آهنگ یعنی اجرای زنده آهنگ شماره جدیدم آرمین گفتم، حامیم هم سبکش مشخصه. پس اگر قرار مقایسه‌ای بشه با آرتیستی، بیاییم با آرتیستایی که هم سبک خودش هستن مقایسه کنیم. این یعنی
پایه ترین سواد نقد موسیقیه که خیلی از اساتید که ادعاشون فلان و پاره میکنه ندارن واقعا. یعنی شما دارین میبینین خودتونو نگاه کنین، شما به عنوان من به عنوان یه آدم عادی رفتم کنسرت، حالا با یه نیمچه اطلاعاتی که دارم، نیمچه چیزایی که بلدم، ولی گوش کن. اینم اوجش. یه سری حرفا رو توی ولاگ کنسرت هامیم زدم، اگه دوست داشتین اینجا میذارم برین اونم ببینین. و در کل حرف من اینه بچه ها که هر کسی، حتی اگر خود من اومدم در مورد یه خواننده‌ای چرت و پرت گفتم، اول فکر کنین، تعصب همون اول که بذارین کنار، تعصب بذارین کنار، بزرگترین خواننده شادمهرم باشه انتقاد بهش وارد، ولی اون لحظه‌ای که داریم راجع به یه نفر قضاوت می‌کنیم، اول اینکه تعصب بذاریم کنار، بعد بیاین همه اون عواملی که هستن رو بسنجیم، همه جوانبم بسنجیم، بعد ببینیم که اون کسی که داره انتقاد می‌کنه منطقی داره صحبت می‌کنه یا صرفاً یه چیزی میگه که حاشیه طور بشه و بیشتر دیده بشه. بریم. دیدین رد شدین پیرن سفیده، یکم بیارم عقب‌تر نگاش کن، میخوام یه چیز با نمک بگیم. میبینین رد شد. این در طول کنسرت سر فکر میکنم دو سه تا آهنگ من داشتم ویدیو میگرفتم، هم برای ولاگ هم برای اینکه بعدا بتونیم توی یوتیوب روش ریاکشن بدیم و در موردش صحبت بکنیم. این هی میومد رد میشد و فیلم میگرفت، یعنی داشت اون جلو ویدئو میگرفت از خود حامیم و خیلی واقعا اون لحظه خیلی رو موقع من میرفت، چون من بالایی فکر میکنم 20 تا ویدئو گرفتم از کنسرت حامیم و شاید یک سومش رو گذاشتم توی اینستاگرام، کمتر حتی، و شاید مثلا توی یوتیوب بخوایم در موردش صحبت بکنیم، حالا با ولایش مجموعاً شاید مثلا 7-8 تا ویدیو، یعنی این وسط 10 تا ویدیو میمونه و توی دونه دونه این 10 تا حضور این آقا بود. به چه شکلی؟ مثلا وسط فیلم گرفتن من میومد رد میشد، اونم داشت فیلم میگرفت. بعد من اصابم خود شد، رفتم بهش گفتم که، یعنی صداش کردم گفتم میشه ویدیو نه؟ گفتش نه من باید ویدیو بگیرم. بعد من نمیشناختمش. تموم شد کنسرت، رفتیم که بکستیج عکس بگیریم با هم دیگه با حامیم، یهو دیدم که این سعید عبداللهیه، عکاس بود. آخه توی سالن داشت با گوشی ویدیو میگرفت از اجرای حامیم، حالا نمیدونم شاید در آینده میخوان
یه ویدیویی بسازن که بخشش رو با گوشی گرفتن. خیلی بد شد. یعنی اولین مواجهه هم با سعید من سعید عبداللهی اسمش رو شنیده بودم ولی چهره نمیشناختمش. بعد رفتیم که عکس بگیریم یهو منو دید، چش تو چش شدیم، گفت دیدی گیر من افتادی، دیدی اونجا به من گیر میدادی، الان خوبه عکس نگیرم، عکس تو بد بگیرم. ولی نه، واقعا عکسی که گرفت خیلی دمش هم گرم. این هم یه چیزی بود که توی ولاگ یادم رفت بگم، گفتم الان اینجا بگمش. بریم ادامه اجرای آهنگ. الان که دارم این ویدیو رو میبینم میگم چقدر صدا، حالا نمیدونم، شاید مثلا اینجوری گرفتم گوشی منه، اینجا میکروفونشه دیگه، اینجا میکروفونشه، چجوری آن باکس میکنن، خیلی سخته ها، باید در لحظه فوکوس بشه، اینجا میکروفونشه، شاید اینجوری گرفتم و یه بخشی از صدا کامل گرفته نشده و حس میکنم صدایی که ما توی سالن میشنیدیم خیلی بلندتر بود، اما اینجا مثلا صداش یکم آهسته تر شنیده میشه. نمیدونم، نه فقط مثلا خود صدای هامی، ما کلا صدای موزیک حس میکنم به خاطر این بود که دستم رو باید گرفتم. خیلی بلده همین، خیلی بلده. این نکتهش خیلی برای من جالب بود. من فکر کردم چون اکثر آهنگاش دو تا ورژن داره، حالا یا ورژن پیانو داره یا ورژن گیتار، اکثر آهنگاش این از این قاعده مستثنا نیست. انتظار داشتم که مثلا بعضی از ترک ها رو میخواد دفعه دوم که اجرا بکنه، معمولا توی هر کنسرت یکی دوتا ترک چون پرطرف دارن و دوباره اجرا میکنه، یه بار اول یه بار آخر. فکر کردم همون جوریه، ولی دیدم نه، یه ترکیب باحالتر ازش در آورده بود که اول مثلا طول ترک خود آهنگو میخوند با اعضای بند، بعد آخرش سولو میخوند یا مثلا فقط با تکنوازی پیانو میخوند، که اینم به نظرم خیلی نکته جالبی بود که تونسته بود هر دو نوع تنظیم و هر دو نوع ورژن رو کنار هم دیگه ادغام بکنه و ارائه بده و اینجوری تو زمان هم صرف جویی میشه. خیلی باحال بود. و بریم آخرش که سولو میخونه، اینجا دیگه صداش کاملا مشخصه با چه کیفیتی اجرا میکنه. آقا این اجرای زنده ای آهنگ قلب منی. آهنگ بعدی چی باشه توی کامنت ها بنویسین.
دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین، امیدوارم لذت برده باشین. انشالله قسمت چه کل سالن رو خودمون بگیریم و با هم بریم اونجا لایو ریاکشن بریم. خیلی چیز جالبی میشه ولی اگر بشه که مثلا یه جمعیت زیادی با هم دیگه بریم کنسرت، نمیدونم میشه یا نه، ولی برای خودم خیلی جذاب اگر بشه. خیلی چکریم، سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نشه و پیشنهاد بدین که کدوم یکی از آهنگای دیگه‌شو دوست دارین اجرای زنده‌شو با هم دیگه بریم و بهش بپردازیم. من اگه داشته باشم میذارم و ویدیوشو آماده میکنم. دیگه حرفی نمونه. قربان شما تا ویدیو دیگه مثلا.